سلام بر شما، فرناز قاضی زاده هستم. به نخستین ویژه برنامه صفحه دو برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوش آمدید. از امروز تا بعد از انتخابات آمریکا هر جمعه با شما خواهیم بود تا آنچه در این مبارزات انتخاباتی می‌گذرد را با جزئیات بیشتر دنبال کنیم. در این برنامه خبرنگاران ما در دفاتر ما در ایالات متحده شما را با زوایایی از این انتخابات آشنا می‌کنند که معمولاً درباره اونها کمتر شنیده‌ایم. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معمولاً بر زندگی همه ما در جاهای مختلف دنیا تأثیر داره و از اون گذشته این انتخابات یکی از تماشایی ترین مسابقات در همه دنیاست. یک اظهار نظر، یک حرکت دست یا در بسیاری از اوقات اتفاقی خارج از اراده دو نامزد میتونه کل معادلات رو به هم بزنه. برای همین با ما در این برنامه همراه باشید. قول میدم جزئیاتی بشنوید که براتون جالب باشه. مهمونان این برنامه ویژه انتخابات سام فرزانه هستند و خشایار جنیدی، هر دو از واشنگتن، به همراه بهمن کلباسی خبرنگار ما در نیویورک. خوشحال میگم به هر سه شما. این که میگیم یک اتفاقاتی خارج از در واقع اراده دو نامزد، یکیش هم میتونه کتاب یک نویسنده مشهور یا یک روزنامه‌نگار مشهور باشه مثل باب وودوارد، مگه نه خشایار؟ این کتاب خیلی سر صدا کرد ظرف یکی دو روز اخیر. بله، کتاب البته قرار هست 4 روز دیگر در بیاد. اسم کتاب رو گذاشته ریج یا خشم، و منتها طبق روال همیشگی قبل از اینکه کتاب در بیاد بخشی از اون رو منتشر میکنند. و چیزی که الان خیلی خبرساز شده در مورد کتاب آقای وودوارد، سخنانی است که او با آقای صحبتایی است که او با آقای ترامپ داشته در رابطه با همه‌گیری ویروس کرونا. و این سخنان برمیگرده به اون زمانی که این همه‌گیری تازه داشت شروع میشد، به بهمن ماه، و صحبتایی که آقای ترامپ کرده با آقای وودوارد که حالا داره منتشر میشه خیلی خبرساز شده و مورد توجه. میخوای قبل از اینکه ادامه بدی، من بخشی از این رو داریم از کارگردان برنامه بخوام که پخش بکنن این صدا رو، ترجمه نشده هم هست. صدای دونالد ترامپ رو میشنویم در مصاحبه با باب وودوارد. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. چیزی که میگه این هستش که من همیشه میخواستم این رو کمتر از اون چیزی که هست نشون بدم برای اینکه نگرانی ایجاد نکنم، درسته؟ و این چرا اینقدر با انتقاد روبرو شده؟ دقیقاً همینطور هست. ما در صحبت‌هایی که از آقای وودوارد و نقل قول‌هایی که از کتاب شده این گونه برمیاد که آقای ترامپ در 8 بهمن 28 ژانویه در جلسه‌ای که داشته مشاور امنیت ملیش بهش اطلاع میده که این همه‌گیری به بزرگترین تهدید امنیت ملی برای آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ تبدیل خواهد شد. و چند روز بعد از این جلسه بوده که آقای ترامپ با آقای وودوارد صحبت میکرده. حالا چرا صحبت میکرده؟ آقای وودوارد میخواسته کتاب جدیدش رو بنویسه. یک خبرنگار بسیار مشهور در آمریکا هست، در 48 سال گذشته یکی از معتبرترین روزنامه نگاران تحقیقی در این کشور بوده. و برای نوشتن این کتابش هم طی چند ماه دست کم 18 بار با آقای ترامپ صحبت کرده. در اون صحبت‌هاش در اون زمان آقای ترامپ بهش اطلاع میده که میدونه که این همه‌گیری، این ویروس بسیار خطرناک هست. حتی اشاره میکنه که خطرناک‌تر از ویروس سرماخوردگی هست. میگه که تعداد تلفات اون برآورد شده که 5% مبتلایان جانشون رو از دست میدن، و مقایسه کرده با ویروس آنفلانزا که گفته که تقریباً 1% یا کمتر از 1% تلفات داره. و بعدها آقای ترامپ در همون زمانها، زمانی که با خبرنگاران صحبت میکرد در کاخ سفید، صحبت از این میکرد که در مقایسه با ویروس آنفلانزا این همه‌گیری بسیار، این ویروس کووید 19 اونقدر خطرناک نیست که تلفاتش هم کمتر هست. و سعی میکرد که، حالا خودش میگه که در اون زمان سعی داشته که از اینکه در جامعه ایجاد وحشت و هراس بشه میخواسته جلوگیری کنه و سعی میکرده که مردم رو آروم نگه داره. بله. در این تکه از صحبت آقای ترامپ هم که الان شنیدیم که مربوط به یک روز قبل از عید نوروز خود ما هست، داره به آقای وودوارد میگه که سعی کرده این رو کم اهمیت جلوه بده، چرا که نمیخواسته ایجاد وحشت کنه. حالا صحبت اینجاست که منتقدان آقای ترامپ دارن میگن اون زمان در صحبت‌هایی که داشتی سعی می‌کردی اینو کم اهمیت نشون بدی و خیلی از افراد این رو جدی نگرفتن در اون زمان به خاطر صحبت‌های شما به عنوان رئیس جمهور. آقای ترامپ میگه نه، من وظیفه‌ام اینجا بود که مردم رو آروم نگه دارم که مردم دچار وحشت نشن. حالا همین با توجه به نگرانی‌هایی که کماکان در مورد
همه‌گیری ویروس کرونا وجود داره یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث هست بله اینجا در آمریکا در آستانه انتخابات این خبرساز شده. خشار، همین امروز هم وقت صحبت میکرد یه خبرنگاری از ABC باش حرف زد و ازش سوال کرد که چرا این کار کردی، چرا این رو هم اهمیت جلوه دادی و نتیجهش این شد. باز هم گفت که نه، با فلو خیلی فرقی نداره، برای اینکه در سال چند هزار نفر با فلو میمیرن، 30-40 هزار نفر. من نگاه کردم آخرین آمار رو، نزدیک به 92 هزار نفر از کرونا ویروس تا حالا در آمریکا مردن و به هر حال این یک مشخص است که یک بحران بسیار جدی تری هست. ولی واقعا چقدر این قضیه کرونا الان در این انتخابات نقش ایفا میکنه؟ بعد من آیا میدونیم آمار ارقامی داریم در این باره؟ این سوالی است که در همه انتخابات ها معمولا میپرسن از رای دهندگان. اولین موضوعی که نگرانتون میکنه و در رأیتون تأثیر داره چیست؟ اولویتتون چیست؟ و نظرسنجی‌های مختلف ممکن است که در همه شرایط یک تصویر واحد به دست ندن، ولی کم و بیش وقتی نگاه میکنید به نظرسنجی‌های چند ماه گذشته همین است که در کنار اقتصاد و مسائلی مثلا بهداشت و درمان عمومی، نگرانی از شیوع کرونا و تأثیرش بر زندگی افرادم جزو دو موضوع سه موضوع اول هست. در نتیجه با توجه به این واقعیت و همچنین اگه نگاه کنید به نوع پوشش خبری مخصوصا رسانه‌هایی که طرفدار آقای ترامپ نیستن در آمریکا، همچنان موضوع اول در مورد هم تعداد مرگ و میر، هم بازگشت به مدارس، آیا میشه باز کرد، نمیشه باز کرد، اینا در نتیجه در رأی مردم تأثیر داره. این رو در صدر نگه داره، گرچه که الان خیلی مطمئن نیستیم که این اتفاق افتاد، یعنی به خصوص بعد از اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته افتاد و ماجرای نظم و قانون یه جورایی انگار که اومد و با کرونا رقابت کرد یا گهگاهی در صدر قرار گرفت. و یعنی هم آقای بایدن داره سعی میکنه بگوید که مدیریت آقای ترامپ بسیار فاجعه بار بوده، همین که به قول تو موضوع رو تبدیل بکنه به موضوع اصلی انتخابات، چون معتقده که دست بالا رو داره در این موضوع. از رای دهندگان که میپرسن اگر آقای بایدن بیاد یا آقای ترامپ بمونه کدوم بهتر میتونن موضوع کرونا رو جمع بکنن، آقای بایدن خیلی بیشتر رای دهندگان معتقدن که توانایی این کارو داره. در این چه به نفع آقای بایدن هست که هی تاکید کنه موضوع اصلی کروناست و بعدم بگه اقتصاد رو نمیتونیم درست کنیم تا وقتی کرونا تحت کنترل قرار نگیره، ولی همونطور که میگی برای ستاد و کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بهتره که موضوع تظاهرات ضد نژاد پرستی و آشوب هایی که در مواردی بعد از اون به وجود میاد و برخوردهایی که نگرانی از کاهش امنیت و این شعاری که بعضی چپ ها میدن که پلیس باید بودجش قطع بشه و اینا تبدیل به موضوع اصلی بشه، چون برعکس فکر میکنن که طرفداران آقای ترامپ یا بخش بزرگتری از جامعه اگر این موضوع اصلی باشه براشون که امنیت باشه، پلیس قدرت داشته باشه، بودجش تامین بشه، اون وقت دست آقای ترامپ یه مقدار بالاتر. این دوتا در کنار هم یه مقدار تلاقی هستند، ولی واقعیت این است که در شرایطی هستیم که هنوز بخش بزرگی از کشور تحت تاثیر شیوع کرونا است، به خصوص با آغاز مدارس. این تبدیل شده به موضوعی که بسیار از خانواده‌ها به تبع باش درگیر هستند. این که به نظر میاد که یک موضوع جهانیه و همه دنیا الان مسئله مدرسه و رفتن بچه‌ها به مدرسه و کرونا یک موضوع جدی و اساسی هست. حالا خب طبیعتاً در یک کشوری که درگیر انتخابات هست هم خیلی جدی‌تر مطرح میشه. سام، من میدونم که تو علاقت رسانه هست، خیلی از نزدیک اینجور چیزها رو در رسانه های موازی و در واقع منتقد هر کدوم از این کاندیداها دنبال میکنی. به نظر تو اگه مثلا به طور مثال فاکس و سی این این رو بگیریم، دو رسانه ای که به طور مشخص از هر کدوم از اینها دفاع میکنند، فاکس از دونالد ترامپ و سی این این از بایدن، چطور عمل کردن ظرف این مدت در مورد این قضایا؟ فرناز اجازه بده قبل از اینکه حالا برم سر این، چون گفتی که به رسانه علاقه مند هستی، این رو هم بگم که این آقای وودوارد که الان کتاب نوشته یکی از اون دو گزارشگری است که بله، مسئله واترگیت رو اینها افشا کردن و یه سابقه طولانی در اذیت و آزار رئیس جمهورها داره و یه کتاب دیگه هم قبلا در مورد آقای ترامپ نوشته بود که اون کتاب دیگهش اون هم خب خیلی نکات جالبی رو میگفت در مورد سیستم کار در دولت او و بعدن خیلی ها انتقاد کردن از جمله طرفداران دولت که او مثلا با خود آقای ترامپ صحبت نکرده. برای این یکی کتاب هم که صحبت کرده، حالا باز دوباره آقای ترامپ و مثلا رسانه‌هایی مثل فاکس که از او طرفداری میکنن، اینها هم حالا دارن میگن که آقای بوبوارد ببخشید
با وودوارد خیلی الزامن حرفی نزده که مثلا به ضرر، یعنی در واقع این نقل قول ها به ضرر آقای ترامپ نیست. خود آقای ترامپ وقتی مثلا صحبت میکنه میگه من به عنوان یک رئیس جمهوری من باید مواظب باشم مردم نترسن، مردم حول برشون نداره، من میخوام مدیریت بکنم این بحران رو. و به همین خاطرم بوده که مثلا توی همون صحبت هایی که خشایار گفت، مثلا میومده توی جمع صحبت میکرده، توی اونها میگفته که بله مثلا این خیلی مهم نیست ویروس کرونا، اما بعدا وقتی در مصاحبه بوده این رو میگفته که من میدونم که این یک مسئله جدیه. و آقای ترامپ در واقع میگه که خب وقتی که این با وودوارد مدت ها بوده، ماه ها بوده که این صداها رو داشته، این که الان داره مثلا در اینها رو منتشر میکنه، شاید به این دلیل که در واقع یه عمدی داره برای اینکه مثلا بزنه ترامپ رو. غیر از اون، آره این که درسته، و غیر از اون میگه که خب پس این نشون میده که این اصلا مسئله بدی نبوده، اگر این چیز بدی بوده که خب اینا زودتر از اینها، این روزنامه‌نگارا که من رو دوست ندارن و این رو منتشر میکردن، اینجوری استدلال میکنن. همین ردیف در واقع همین مدل استدلال کردن رو توی رسانه‌هایی که طرفدار آقای ترامپ هستن مثل شبکه فاکس می‌بینیم که سعی می‌کنن که این ماجرا رو اینطور جلوه بدن که اصلاً ماجرا جور دیگریه، چیز دیگه‌ایه و این اون اهمیت رو نداره. در عوض انگوش می‌ذارن روی اون قسمت‌هایی که به نظر اونها مهمه، مثل تظاهراتی که باعث آتش‌سوزی میشه، باعث خراب شدن اموال عمومی و خصوصی مردم میشه، و اینکه چقدر ضرورت داره که حکومت قانون برگرده توی آمریکا. و یک جوری حالا اینکه میگی سی ان ان و فاکس، خیلی رسانه‌های دیگه هم هست که میشه توی من این مثال زدم حالا مثلا. آره دقیقاً میخوام بگم که مثلا شما سی ان ان نگاه میکنی یا ام اس ان بی سی نگاه میکنی، یه شبکه دیگه، اینها رو که نگاه میکنی و بعد مثلا کانال رو عوض میکنی میری سراغ فاکس، احساس میکنی که دارن حالا در مورد دو تا کشور صحبت میکنن که دست بر قضا رئیس جمهوری هر دوشون اسمش ترامپه، ولی شباهتی به هم نداره. نه نه، اصلا ماجراهایی که دارن میگن، حالا واقعا کسایی که در آمریکا نیستن هم میتونن واقعا برن توی وبسایت ها نگاه بکنن، حتی عکس ها رو فقط نگاه بکنیم. مثلا توی فاکس من داشتم نگاه میکردم، هر عکسی از آقای ترامپ هست عکسیه که داره لبخند میزنه، اون طرف مثلا توی سی ان ان یا ام اس ان بی سی نگاه میکنی وبسایتشون رو، عکسایی که هست حالا یا خیلی عصبانیه یا داره یه چیزی میکنه، امرو نهی میکنه. فقط اینجا بگیم که به هر حال در آمریکا قرار نیست رسانه‌ها بی‌طرف باشن به شکلی که آره مثلا ما در بی بی سی متحد هستیم که بی‌طرف باشیم. در اونها خیلی یعنی این خیلی عادی هست که هر رسانه‌ای به هر حال طرفدار یک کاندیدایی ممکن است باشه. البته چیز هست دیگه، البته مثلا یه شبکه‌ای مثل بی بی سی که یک جوری میشه گفتش که عمومی هستن، از بودجه عمومی، بله، اونها باید یکم باشن، یعنی اونها مجبورن مثل رادیو ملی و مثل رادیو ملی آمریکا اینها، و بله و معادلش در تلویزیون پی بی. بهمن، راجع به اینها صحبت کردیم، یه چیزی که به هر حال همیشه جالب هست، همیشه برای ما تا لحظه آخر میتونه نتیجه انتخابات رو عوض بکنه، این هستش که در هر ایالتی چه اتفاقی میفته. و میدونم که هنوز خیلی زوده، هنوز نمیشه دید که واقعا هر ایالتی به کی رأی میده، به خصوص اون ایالتهایی که تا لحظه آخر نفس رو تو سینه تمام کاندیداها و کمپیناشون و همینطور بقیه مردم دنیا حبس میکنن تا تصمیم بگیرن. این قضیه میشیگان، پنسیلوانیا، این چیزایی که این یکی دو روز اخیر مطرحه، یه مقدار تو باسه برامون بگو که چه اتفاقی داره میفته، چه نگرانیایی هست. من دیدم که در مصاحبه با بایدن به روش آوردن که شما دو دوره بردید میشیگان رو، ولی در 2016 ترامپ اومد از شما برد، چه اتفاقی افتاد؟ خیلی نفهمیدم که جوابش، واقعا به نظرم جوابی نداشت بده که چه اتفاقی افتاد. آیا میدونن دقیقاً چه اتفاقی افتاد در 2016؟ بدون اینکه بخوایم حوصله شنونده و بیننده رو به سر ببریم در توضیح دادن سیستم انتخاباتی آمریکا که رأی الکترال هست به نه رأی مجموع آرا در کشور، باید یادآوری کنیم که نقش 5-6 ایالت هست که تعیین کننده است، نقش اونها در اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه خیلی بیشتر از ایالت هایی است که تکلیفشون از قبل معلومه. و اون سه تا ایالتی که آقای ترامپ برد، میشیگان، پنسیلوانیا
و ویسکانسین نتایج انتخابات رو تغییر داد، علارغم اینکه خانم کلینتون در مجموع آرا بیشتر 3 میلیون بیشتر رأی آورد. این با این دقیقاً همون استراتژی است که باز آقای ترامپ اینجا داره پیگیری میکنه. مشخص است که آقای بایدن در نظرسنجی و در سطح ملی 5 6 7 8 درصد جلوتره، ولی اون کافی نیست که او رو به ریاست جمهوری برسونه. باید در این تعداد ایالت‌هایی که مهمه هم اکثریت آرا رو به دست بیاره و فاصله در اون ایالت‌ها معمولاً نزدیک‌تره، به خصوص که در این 3-4 ایالت که داریم در موردش صحبت می‌کنیم اکثریت سفیدپوست هستن، اکثریت سطح آموزش یه مقداری پایین‌تره، کمک می‌کنه این معمولاً به جمهوری خواهان و آقای ترامپ. در نتیجه تمرکز بر این ایالت‌ها بیشتره و تجربه سال 2016 هم دموکرات‌ها رو بسیار ترسونده، به خصوص که ما در یه شرایط انتخاباتی هستیم که کاملا بی سابقه است. یعنی بی سابقه است که در شرایط شیوع بیماری همه‌گیری مثل کرونا داریم رأی گیری انجام میدیم و در اینچه رأی پستی خیلی نقش برجسته‌ای پیدا کرده. بی سابقه است که یه رئیس جمهوری بیاد بگوید که کل سیستم انتخاباتی از جمله این رأی گیری پستی زیر سوال براش، بگوید داره تقلب میشه. و بی سابقه است که رئیس جمهوری همچنین تاکید بکنه که من حاضر نیستم نتایج انتخابات رو اگه ببازم بپذیرم، باید ببینم چی میشه. این هم سابقه نداره. من یه چیزی ازت بپرسم، برای اینکه این برای من خیلی جالبه، اینکه رئیس جمهور بگه داره در این انتخابات تقلب میشه جالب و جدیده، برای اینکه از این نظر میگم که معمولا رئیس جمهورها هستن که انتخابات رو برگزار میکنن، یعنی در واقع اون چیزی که ما میشناسیم از انتخابات. مثلا در ایران اگر که انتخاباتی برگزار میشد، خود اون رئیس جمهوری که در واقع داشت انتخابات رو برگزار میکرد همیشه معتقد بود که این درسته، داره انتخابات داره، مثلا من دارم تمام سعی میکنم، وزارت کشور داره سعیشو میکنه درست برگزار میکنه. آیه ترامپ بر چه اساسی این رو میگه؟ فرقش اینه که آقای ترامپ انتخابات رو برگزار نمیکنه، هر ایالت انتخابات رو بر اساس قوانین خود اون ایالت برگزار میکنه. حالا بعضی ایالت ها جمهوری خواهان فرماندارشونه، وزیر مربوط به اجرای انتخابات هم جمهوری خواهان است، خب یه مقداری آقای ترامپ خیالش اونجا راحت تره. ولی وقتی که فرمانداری یک ایالتی دموکرات یا مجلس یه ایالتی تصویب میکنه که همه بتونن به صورت پستی رای بدن و اون احساس میکنه که این به صورت پستی، حالا علنا میگه که رای پستی ممکنه درش تقلب باشه، این راه رو برای اون باز میکنه که در اینی که رئیس جمهور بگوید که من نتایج انتخابات رو در فلان ایالت که باختم ممکنه قبول نکنم. در نتیجه این کاملا بی سابقه است در اینی که رئیس جمهور برگزار میکنه، ولی این شک و تردید در سیستم انتخاباتی کاملا در تاریخ آمریکا بی سابقه است که رئیس جمهوری بگوید که من قبول ندارم. ولی همچون که میگی تمرکز بر این 3-4-5 ایالت و رأیی که در این 3-4-5 ایالت داده میشه، و مهمتر اینه که چیزی که متفاوت باز خواهد کرد این انتخابات، به خاطر همون رأی پستی نتایج انتخابات ممکن است تا یه هفته بعد هم مشخص نشه. این هم در تاریخ آمریکا سابقه نداره، به غیر از بوش و الگور در سال 2000 که رأی‌های فلوریدا رو تا آخر می‌شمردن. دلیل درنچه به خاطر اینکه بسیار از این ایالت‌ها میگن به شرط تا اگر شما رأیتون رو تا حتی دو روز قبل از انتخابات، حتی بعضی‌هاشون در روز انتخابات پست بکنید باید شمرده بشه. یعنی اگه مهر پست روز انتخابات خورد، خب ممکنه 4 روز طول بکشه تا برسه. درنچه تا اون آرای پستی 4 روز 5 روز بعد نرسه و شمارش نشه، ما نتایج انتخابات رو هم نخواهیم داشت. ولی بازم حالا من نمیدونم، من درست متوجه نشدم، نفهمیدم میشیگان چی شد. مثلا من اینا خشایار رو بپرسم، چون من میترسم دوباره یه چیز دیگه. میشیگان یکی از این 3 ایالت، آره، یکی از این 3 ایالتی که چرا باختید و آن چه که رخ داد در سال 2016 دوباره تکرار نشه. دموکرات‌ها تنها توضیحی که دارن این است که کاندیداشون خانم کلینتون نتونسته اکثریت کسانی که معمولاً به دموکرات‌ها رأی میدن رو جذب کنه به صندوق رأی. من بگم اینو توضیح بدم به بیننده ها، قبل از برنامه خشایار اینو گفت که این دوتا نمیذارن من حرف بزنم، ما باورمون نشد، ولی واقعاً اتفاق افتاد. خشایار، این ماجرای دیگه‌ای که به هر حال در این انتخابات خیلی مطرح هست، چی بهش میگن، معاون ریاست جمهوری جو بایدن هست، این کسی که در واقع جانشین او خواهد شد در صورتی که او اتفاقی براش بیفته. در آمریکا پست بسیار مهمی هست اگر که در واقع اتفاقی برای رئیس جمهور بیفته، و اون این هستش که این بار یک زن انتخاب شده، کاملا هریس.
ممکنه برای ما یه مقدار بیشتر باز بکنی که چقدر این میتونه نقش داشته باشه در نگاه رای دهندگان این دوره، به خصوص که مثلا در مورد خانم کلینتون خیلی ها میگفتن زن بودن او تاثیر داشته، در مورد الیزابت وارن خیلی ها که یکی از کسانی بود که در انتخابات اولیه دموکرات ها اسمش مطرح بود ولی در نهایت به نرسید به اون پایان دوره انتخابات، چه چیزی باعث میشه که زن بودن اینقدر اهمیت پیدا بکنه؟ چرا میگن جامعه آمریکا هنوز آماده نیست که یک زن رئیس جمهورش باشه؟ من قبلش یه نکته رو اشاره کنم. حتی بهمن یا سام اگر صحبت کنن قاعدتاً چون بیشتر سفر کردن، بیشتر در جریان بودن، خیلی بهتر میتونن توضیح بدن. بنابراین من هیچ نارضایتی ندارم. باشه باشه. اما در مورد معاون رئیس جمهور، یک نکته که اینجا خیلی مهم هست. من چند نکته بهش اشاره میکنم. یک نکته که اینجا خیلی بهش مهم هست این هست که آقای بایدن اگر در انتخابات پیروز بشه، زمانی که وارد کاخ سفید میشه 78 سالشه و اینجا اهمیت معاون رئیس جمهور رو افزایش میده، چرا که آقای بایدن سنش بالاست و هم هوادارانش هم منتقدانش، چیزی نیست که بخوایم بگیم خدای نکرده زبانم لال یا چی، به حال سنش بالاست، اگر اتفاقی بیفته که حتما به معنای درگذشته اون نیست، میتونه یک بیماری صعب العلاج باشه، میتونه مشکلات ذهنی باشه، هر چیزی میتونه باشه که قابلیت ادامه فعالیت به عنوان رئیس جمهور رو نداشته باشه، به طور خودکار معاونش هست که عهده‌دار ریاست جمهوری میشه. بنابراین خانم هریس نسبت به حالا زمانی که خود آقای بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود، در زمان آقای اوباما که جوان بود، از شانس اینکه در میانه راه به ریاست جمهوری برسه شانس بالایی برخوردار هست نسبت به آقای اوباما مثلا. اما همین نکته رو مطرح میکنه برای بسیاری که سیاست های خانم هریس چه هست، چه گرایش فکری داره. مخالفانش و منتقدان آقای بایدن سعی میکنن به این نکته اشاره کنن که این خانمی هست که از نظر عقیدتی و نظر فکری بسیار شبیه به یا بسیار نزدیک است به فردی مانند برنی سندرز که خودش کاندیدای ریاست جمهوری بود، سناتورش شناخته شده دموکرات هست، فردی هست که چپگراست و جمهوری خواهان و طرفداران آقای ترامپ خیلی دارن به این طرز تفکر و این گرایش سیاسی حمله میکنن، میگن اینها میخوان کشور رو کمونیستی کنن، سوسیالیستی کنن، میخوان که امکان سرمایه گذاری آزاد، کسب و کار آزاد رو از شما بگیرن. بنابراین این نگرانی رو اینجا ایجاد میکنه بین طرفداران آقای ترامپ یا کسانی که حالا لزوماً طرفدار آقای ترامپ نیستن اما به سمت میانه تمایل دارن بین جمهوری خواهان و دموکرات ها. موضوع دیگری که مطرح هست این هست که این خانم هریس اگر رئیس جمهور بشه، نخست رئیس جمهور زن در آمریکا خواهد بود و این یک اتفاق تازه‌ای خواهد بود. خانم کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری بود ولی نتونست از این سمت بخشا این تاثیر کنه. داره به نظرت در اینکه کسانی که قرار هست به بایدن رای بدن، اونی که طرفدار بایدن هستن، دموکرات هایی که به هر حال مشخص راست رأیشون رو نمیگم، یه بخشی از جامعه هستن که اونا تعیین کنندن دیگه، اون بخش خاکستری که تا لحظه آخر ممکن نظرشون عوض شه، چقدر مهمه برای اون بخش از جامعه، اونایی که رأی خاکستری هستن؟ من فکر میکنم که بیشتر از زن بودن خانم هریس، اون چیزی که مهم هست فاکتور نژادی هست، به خصوص اینکه انتخابات داره بعد از تظاهرات گسترده ضد علیه بی‌عدالتی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان داره برگزار میشه. اینکه خانم هریس رنگین پوست از خودش و از طرف پدری آفریقایی تبار حساب میشه، پدرش از جامائیکا به آمریکا اومده بوده، مادرش هندی تبار هست، به هر حال این ترکیب نژادی مختلفی که داره و اینکه سفید پوست نیست میتونه در بین رای دهندگان رنگین پوست، کسانی که در اقلیت هستن، کسانی که احساس میکنن که در این سالها بهشون میتوجهی شده، به خصوص بعد از این تظاهرات و اون حسی که ایجاد شد بعد از این تظاهراتی که بعد از کشته شدن جورج فلوید در سراسر آمریکا داشتیم، این میتونه مؤثر باشه و این فکر میکنم مهمتر از فاکتور زن بودن ایشون هست. به هر حال کاندیداهای دیگری از بین سیاستمداران مطرح حزب دموکرات در بین زنها میتونستن مطرح باشن برای این گزینه، الیزابت وارن بود، فرماندار میشیگان بود و اینها هر کدوم میتونستن برای خودشون یک بار انتخاباتی مهمی رو داشته باشن، اما در نهایت کسی رو انتخاب کردن که سفیدپوست نباشه، خانم هریس. و این نکته رو اشاره کنم، در ابتدای کارزارهای انتخاباتی، حتی حرف تکراری همه میدونن تقریبا،
خانم هریس در مناظراتی که داشتن با دیگر کاندیداهای دموکرات در یکی دو مناظره اول به شدت با آقای بایدن حمله میکرد به خاطر سیاست‌های نژادیش و مسائل دیگر. یعنی خانم هریس و یکی دو نفر دیگر از آقای کاندیداهای دموکرات مانند آقای بوکر در اون اوایل خیلی حمله کردن به آقای بایدن و خیلی اونو تضعیف کردن، اما میبینیم که الان که کار به انتخابات و در حقیقت سرابر جمهوری خواهان کشیده شده، ترجیح دموکرات ها و ترجیح آقای بایدن این بود که کسی رو انتخاب کنه به عنوان شریک انتخاباتی خودش که از فاکتورهایی برخوردار باشه که بتونه جذب رأی کنه. متوجه. این داستان به هر حال داستان جالبی هست. ما چند تا داستان دیگر رو هم باید بهش بپردازیم ولی الان خیلی وقت نداریم. من خیلی کوتاه میخوام سام در حد یکی دو دقیقه. این ماجرای ادعای کشورهای دخالت کشورهای دیگه باز هم امروز هم دوباره در صدر خبرها بود. یک کوچولو ممکنه به ما بگی که نگرانی عمده چی؟ اسم ایران هم مطرح شده این بار. بله همینطوره. ایران الان چند وقتی میشه که در کنار چین و روسیه سه کشوری هستن که مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی میگن که اینها دارن سعی میکنن در انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند و میگن که حالا چه با هک کردن کارزارهای انتخاباتی باشه، چه با ایمیل‌های کسانی که مرتبط هستن با این کارزارها. میگن که این سه کشور دارن تلاش میکنن. نکته جالبی که هست اینه که گفته میشه که روسیه تمایل داره که آقای ترامپ مجدداً انتخاب بشه و دو کشور دیگه ترجیح میدن که آقای بایدن به ریاست جمهوری برسه. و این جالبه که وقتی که هر کدوم از طرفین صحبت میکنن، طرفداران آقای ترامپ وقتی صحبت میکنن نقش چین و ایران رو برجسته میکنن و متقابلاً طرفداران آقای بایدن از اون طرف میگن که روسیه یک بار دیگه داره این کار رو میکنه. من ممنونم از هر سه شما. خیلی متشکرم که وقت داشتین. به من وقت زیادی نداریم، در حد 20 ثانیه اگه میخوای چیزی بگی سریع بگو. روایت دولت ترامپ اینه که چین و ایران میخوان کمک بکنن به بایدن، ولی یکی از کارمندان خود وزارت امنیت داخلی اومده میگه من رو از کارم برکنار کردن، برون فشار گذاشتن به خاطر اینکه من داشتم این واقعیت رو میگفتم که اتفاقا روسیه نه تنها دنبال کمک به آقای ترامپ، بلکه چین هم الزاماً دنبال کمک به آقای بایدن نیست. و گزارش مایکروسافت هم همینو میگه، میگه چین هر دو رو هدف قرار داده و حتی یه مقداری بیشتر آقای بایدن رو. باید در برنامه های بعدی حتما بیشتر راجع به این صحبت بکنیم. ممنونم از هر سه شما، خشایار، آرسام و بهمن، متشکرم که با این برنامه همراه بودید و ممنونم از شما. یادتون نره که برنامه های ما ویژه انتخابات روزهای جمعه خواهد بود. دو برنامه دیگر ما سه‌شنبه و پنج‌شنبه مطابق معمول ادامه داره. شب و روزتون خوش.